تا به حال فکر کردین که با فکرهای مثبت میتونیم زندگی قشنگتری برای خودمون و عزیزانمون بسازیم؟ زندگی پر از سلامتی، خوبی، خوشی، خلاقیت، موفقیت و اعتماد به نفس بالا. پس بیاین سعی کنیم که قصد، نیت، رفتار، گفتار، ذهن و هدفامونو همیشه پاک نگه داریم و هیچ وقت زیبای درونمون رو فراموش نکنیم. گلناز رفائلیان هستم. دکترا در متافیزیک، انرژی هیلر و سرتیفاید هیپنوتراپیست. برنامه زیبای درون هر چهارشنبه ساعت 7:30 شب و بازپخش اون یک شنبه شب ها ساعت 11 به وقت لس آنجلس میباشد. به امید دیدار. با سلامی گرم خدمت بینندگان عزیز و گرامی، امیدوارم هر جای دنیا که باشین حالتون خوب باشه و در کمال صحت و سلامت به سر ببرین. در ابتدا خواستم تبریکی بگم برای هموطنان عزیز یهودیمون برای جشن پاسوور یا موعد پسح، که امیدوارم سال خوبی، خوشی، سلامتی، تندرستی و امیدوارم هر آرزویی که دارین با سهل و آسونی بهش برسین. جای اون دونستم که امروز به علت مشکلاتی که خیلی از عزیزان من به من رجوع میکنن، این بحث امروزمون رو بذارم راجع به رابطه بین زن و مرد، و بحث جنجالی خواهد بود به خاطر اینکه من از لحاظ یک سایکولوژی با شما صحبت نمی کنم و از طرف یک هیپنوتراپیست، دکترای متافیزیکس و انرژی هیلر با شما صحبت می کنم که یک برنامه‌ای متفاوت خواهد بود از تمام اون دکترهای سایکولوژیستی که به عرض شما چیزهای مختلف رو می‌گذرونن. عشق چیه؟ عاشقی کیه؟ آیا عشقا مثل قدیمن؟ شیرین و فرهاد، سیندرلا و شاهزادش، یوسف و زلیخا، رومئو و جولیت و و و و. چطور میتونیم عاشق باشیم؟ چطور میتونیم اگه کسی رو انتخاب کردیم و عاشق شدیم، چطور میتونیم اونو نگهش داریم؟ بحث جالبیه. شروع میکنیم. تلفن های ما بازه. اریا کد 818-70-80-222. امیدوارم وقتی زنگ میزنین خواهش میکنم کوتاه صحبت کنین و اجازه بدین که بقیه افراد هم یه شانسی داشته باشن که صحبت کنن، چون معمولا در اواخر برنامه تلفن ها زیاد زده میشه و همه نمیتونن صحبت هاشون رو بکنن. خواستم یک گوشزدی کرده باشم. خب رفتیم سراغ عشق. عشق چیه؟ عشق در سال 2019 در قرن 21 آیا فرق میکنه با اون اشخاصی که گفتم بهتون، یا اینکه همونطوری عشقا همونطوری پا بر جایه؟ خوشا به حال اون کسی که کسی رو داره که رازهاشو بهش میگه، غمخوارشه، کمکش میکنه و و و و. خب حالا ببینیم که چرا، چه چیزهای مهمه که دو نفر اصلا جذب همدیگه بشن. به نظر اشخاصی که حالا آمار گرفتن یا مطالعات نشون میده که کمیستری یک رول خیلی بزرگی رو در ابتدای آشنایی زن و مرد، رول بزرگی رو داره. پس کمیستری. ولی در خاتمه یا در اواسط رابطه ضامن خوشبختی نیست. البته کمیستری باید باشه که دو نفر به همدیگه جذب بشن و بتونن اصلا یک رابطه ای رو شروع کنن. حالا من 5 تا هم دارم: هم فکری،
هم سطحی، هم زبونی، هم فرهنگی و هم دینی. به نظر من اینها همه باید در یک رابطه مناسب عاشقانه همیشه باید وجود داشته باشه و اگه نمیتونیم چیزی رو به اتمام برسونیم بهتر شروع نکنیم، برای اینکه انقدر احساسات آدم ها جریحه دار میشه. مثلا اول فکر نمی کنن که ممکنه عاشق بشن یا ممکنه به جایی برسن. از لحاظ فان و از لحاظ خوشگذرونی یک رابطه ای رو شروع می کنن متاسفانه، و بعدها به علت اختلاف ها و چیزهای دیگه متاسفانه قلب اونها جریحه دار میشه. پس عزیزان من، چیزی رو که نمیتونیم شروع بکنیم، نمیتونیم تموم کنیم، بهتره که شروع نکنیم. تحصیلات یکی از مسئله های مهم دیگه یه که خیلی اثر میذاره روی رابطه. یعنی شخصی که فرض کنین در مراتب بالا قرار داره از لحاظ تحصیلات، نمیتونه با کسی که زیاد تحصیلات نداشته باشه، به قول معروف آبشون توی جوب نمیره و بعد اینها از لحاظ تحصیلات هم همسطح باشن. حس مسئولیت به همدیگه، یعنی باید اینها قشنگ احساس مسئولیت بکنن به همدیگه. یه شخصی که حس مسئولیت نداره، که متاسفانه الان در پرکتیس من متاسفانه خیلی ها رو از افراد رو میبینم که اصلا هیچ کس نمیخواد احساس مسئولیت داشته باشه، یعنی هیچ کسی هیچ کاری نمیخواد بکنه و متاسفانه به خاطر همینه که خیلی ها دیگه مچ نمیشن. این حس مسئولیت پذیری یکی از مهمترین عواملی هست که در رابطه بین زن و مرد به نظر من کار میکنه. بعدیش احترام به هم دیگه، احساس احترام گذاشتن، احترام گذاشتن به فرد مقابل، حساسیت هاش رو دونستن، بی خودی دست نکنیم تو جونش به خاطر اون حساسیت هایی که داره. هر کسی یه حساسیت هایی داره عزیزان من، و ما نمیتونیم اونها رو نادید بگیریم. خب اون شخصی که وارد زندگی شما میشه با یه امیدی میاد و نباید اون رو ناراحت کنیم و باید کاری کنیم که اون نامبر وان باشه در زندگیمون. یعنی که حتی اگر زن و شوهری هست، حتی اگه بچه ها هم میان، بچه ها جای خودشونو دارن، باید حتما و حتما و حتما زن و شوهر نامبر وان باشن برای همدیگه و اجازه ندن هیچ کس وارد زندگی این دو بشه. خب حالا چه کارهایی میتونیم بکنیم که این رابطه قشنگ رو نگه داریم؟ برای اینکه هیچ چیزی برابر و مساوی با اون احساس اینی که مورد توجه کسی شما قرار بگیرین یا اینکه عاشق بشین یا اینکه هیچ چیز باهاش به نظر من در این زندگی نمیتونه برابری کنه. پس اگه بخوایم عشقمون رو نگه داریم، یه سری چیزهایی که از لحاظ هیپنوسیس یا هیپنوتراپی باهاتون دوست دارم صحبت کنم یا متافیزیک. اولا باید نامبرها با هم بخوره. یعنی چی؟ یعنی که همونطوری که من تاریخ تولدها رو با هم مقایسه میکنم و هر کدوم یک نامبر یا یک نمره میدم، باید این دوتا نمره با هم دیگه مطابقت داشته باشن، نه مخالفت. دوم اینه که یکیشون باید رایت برین باشه، یعنی بیشتر از قسمت مغزش استفاده کنه. کسانی هستن که بارها راجبه صحبت کردیم، کسانی هستن که احساسی هستن،
اکستروورتد هستن، بیشتر با قلبشون تصمیم میگیرن. اینها اشخاص لفت برین رو جلب میکنن، یعنی کسانی که لاجیک و منطق سرشون میشه، با مغزشون تصمیم میگیرن، خیلی ساده هن، خیلی خجالتی هن. پس این دوتا باید با همدیگه جور بشن و درست جهت مخالف همدیگه رو قرار دارن. چیز دیگه‌ای که خیلی مهمه اینه که ساین‌هاشون به هم بخوره. یعنی مثلا اگر ساین آب دارن، مثلا کانسر، مثل سکورپیو یا مثل پایسیز، اینها باید کسایی رو جلب بکنن که مثلا باهاشون مطابقت داشته باشن. یعنی مثلا اگر آبن، همونطور که گفتیم خاک مکمل اینها هستن، اینها رو کامل میکنن، زندگیشون رو قشنگتر میکنن. پس حالا که این مثال رو زدم، اجازه بدین آب رو گفتم که سکورپیو، پایسیز و حالا یادم نیست اون سومیش رو، ولی دوباره اگه خاک رو بخوایم صحبت کنیم، عنصرهای خاک، کپریکورن، تورس و ورگو بهترین ساین های همدیگه هستن. خب باید دو نفر، هم مرد هم زن، باید انعطاف پذیر باشن. یعنی نباید بگن که فقط هرچی ما میگیم باید باشه، حالا ما به علت اینکه مرد هستیم یا به علت اینکه زن هستیم باید حرف ما رو شما بشنوین و گوش کنین و انجام بدین. اگر شما از اون اشخاصی هستین که معمولا زور میگین، فقط یه مقدار وقت به خودتون بدین، برای اینکه هرچی سواری کردین آخرش پیاده میشین. پس باید انعطاف پذیر باشین و باید با همدیگه مکالمه داشته باشین، باید با همدیگه کامیونیکیشن داشته باشین، باید با هم روابطی داشته باشین که هم فکری با هم داشته باشین عزیزان من. یعنی طوری باشه که اگر به هر حال زندگی ها مختلفه، آدم ها با همدیگه خیلی فرق میکنن و نقطه نظرهای مختلف دارن، فکرهای مختلف دارن و همیشه همفکری هست که میتونه به این اشخاص کمک کنه. یعنی شما حرفای خودتون رو بزنین، همسرتون حرفای خودتون رو بزنین و آخر سر به یه نتیجه گیری کلی برسید. یه مقدار مرد باید کوتاه بیاد، یه مقدار زن باید کوتاه بیاد و یه در حالت وسط باشه که بتونن اینها با هم گفتگو بتونن داشته باشن. خب امروز روزه خیلی مشکلی که دو نفر جذب همدیگه بشن و کارشون به ازدواج برسه، خیلی خیلی مشکله. حالا من از اطرافیان به نوبه خودم میخوام خواهش کنم، اگر احساس میکنین، اگر میبینین که یکی از، حالا اگه مثلا بچه هاتونن که دارن وارد یک رابطه عشقی میشن، خواهش میکنم یه ذره کوتاه بیان و اینقدر بهشون نگین این خوب نیست، این بده، این به تو نمیخوره، و اجازه بدین خودشون، تلفن ها هست، بله تا یه چند لحظه دیگه بهتون جواب میدم، اجازه بدین خودشون تصمیم بگیرن برای زندگی خودشون. همونطور که گفتم زندگی اینقدر سخته، جذب شدن این دو نفر، زن و مرد، اینقدر مشکله که اگر کسی رو دیدین که خوشش اومده، یعنی بچه هاتون که خوششون اومدن از کسی، خواهش میکنم سکوت کنین. با اجازه به یه تلفن جواب میدم. سلام، به برنامه زیبای درون خوش آمدین، بفرمایین. خانم رفاییم سلام عرض میکنم. سلام، انشالله که سلامت و خوب باشین. از گفته های شما خیلی بهره میبریم. فقط خواستم از حضورتون خواهش کنم این ساینا رو یه بار دیگه بگین. چشم. آب با خاک خب بله، ولی آب با آتش یا چیزهای دیگر رو
من واقعا نمیدونم، اگر لطف کنید خیلی متشکرم. حتما حتما براتون توضیح میدم. مرسی عزیزم، خیلی ممنون از تلفنتون. خیلی ممنون، متشکرم، خدا نگهدار. خب عزیزان من، آب و خاک رو گفتیم که با هم گل میسازن و مکمل همدیگه هستن و خیلی ساین خوبی با هم هستن، ولی متاسفانه آب و آتش همونطور که میدونین تناقض دارن با همدیگه و ساینای خوبی با همدیگه نمیتونن باشن. ولی اگر شما همسرتون آب یا خاکین یا بالعکس، این نیست که اصلا دیگه نمیتونین شما با هم دیگه زندگی خوبی داشته باشین. ساین آب کنترل کننده است و ساین خاک، آب و خاک که با هم دیگه خوبن، ولی ساین آب و آتش که مخالف هم دیگه ان، ساین آب کنترل کننده است و دوست داره کنترل کنه، و ساین آتش خب آتشی مزاجه و عصبانی میشه خیلی زود. حالا چیزی تو دلشون نیست ولی زود عصبانی میشن و ریاکشن نشون میدن. بنابراین این دوتا با همدیگه ساین خیلی خوبی نمیشن. حالا اگه کسانی که به این برنامه دارن گوش میکنن و ساین آب و آتش دارن، خیلی بهتره که یه قسمت از زندگی رو یه نفر به عهده بگیره و شخص دوم اصلا هیچ دخالتی تو اون موقعیت نداشته باشه. یعنی مثلا حالا خونه رو مثال میزنم که فکر کنین مثلا یه زن عنصر آب داره و دوست داره کنترل کنه و مرد عنصر خاک داره و خیلی آتشی مزاجه، عنصر آتش داره و خیلی آتشی مزاجه و این دوتا با هم خوب نیستن، مثلا میتونن با هم دیگه تصمیم بگیرن که مثلا آشپزخونه خونه فقط مسئولیت خانومه و مرد هیچ گونه دخالتی نمیتونه در اینجا داشته باشه، یا بالعکس. یا مثلا میگن دفتر کار مال منه، مثلا مردی که ساین آتش داره میتونه بگه دفتر کار مال منه و خواهش میکنم شما در کار من در اون قسمت دخالت نکن. اگه اینو انجام بدن زندگیشون به خوبی میگذره، کسانی که آب و آتش هستن. پس عزیزان من، اصلا نگران این نباشین که ممکنه ساین های شما به هم خوب نباشه یا با هم کامپدبل به قول معروف نباشین. همیشه چاره هست، تراپی هست، میتونین همه کار همه جور کمک بگیرین و ما میتونیم به عنوان هیپنوتراپیست، اگر هم زندگی شما به یک نقطه رسیده که به نقطه انتها هست، میتونیم کاری کنیم که شما رو به زمانی ببریم که زندگی شیرینی داشتین یا موقعیت نامزد بودین یا اینکه زندگی خیلی شیرین تر و قشنگ تر بود. ما میتونیم به عنوان هیپنوتراپیست شما رو برگردونیم به اون زمانی که واقعا عاشق هم دیگه بودین. خب راجع به نزدیکان صحبت میکردم، حالا مادر شوهر، مادر زن، خواهر زن، برادر زن، فامیلای اینا، خاله ها، عموها، عمه ها، دایی ها، که معمولا حالا به عنوان اینکه ما ایرانی هستیم متاسفانه چون همه چیزمون تو هم دیگه هست و یه مقدار کودیپندنسی داریم، متاسفانه حالا به قول معروف بینیمونو همه جا سرک میندازیم و همه جا رو بو میکنیم، که این کار غلطیه. امروز روزه دیگه موقعیت اون نیست که حتی مادر و پدر اون عروس و دوماد یه مقدار دخالت کنن. همونطور که گفتم در گذشته انجام میدادن، زندگی ها میگذشت، ولی الان امروز روزه اصلا و ابدا شما احساس اینی که بکنین که بزرگ هستین و اونا نمیفهمن و اونا نمیدونن و اینا دیگه نیست، چون همه دیگه انقدر علم
علم زیاد رفته جلو، کامپیوترها هست، کتابها هست، سمینارها هست، خودشون رابطه دارن از کوچیکی با جنس مخالف که دیگه احتیاج به شما عزیزان ندارن. شما اگه خودتون رو بذارین جای اینی که الان نوه ها میان و شما چقدر زندگی قشنگتری رو میتونین تجربه کنین با داشتن نوه ها و با بودن با نوه ها و اجازه بدین اینا ازدواج کنن و با هم زندگی خوبی داشته باشن، هیچ کدورتی هم در قلب هیچ کسی از اول نمیمونه جایی توی قلب کسی، برای اینکه این ناراحتی ها انبار میشه. بعد مثلا بعد از اینکه عروسی گذشت و تموم شد، یهو میبینین عروس خانم میگه من دوست ندارم مادرت بیاد به خاطر اینکه یادت قبلا تو زمان نام زدی اینو به من گفت، یا به عکس. پس خواهش میکنم عزیزان من، اگه توصیه این حقیر رو بخواین گوش کنین، البته من کوچکتر از اونی هستم که بخوام به کسی نصیحت کنم، ولی از لحاظ اینی که میبینم چقدر زندگی ها داره واقعا به باد فنا میره و ناراحتی ها پیش میاد، از این نظر خدمتون عرض میکنم. با اجازه به یک تلفن دیگه جواب میدیم. سلام عزیزم، روی خط هستین، بفرمایید. سلام. سلام. از برنامه بسیار خوبتون. خواهش میکنم بفرمایید. از کجا زنگ میزنین عزیزم؟ از کجا بفهمیم که آبیم یا آتشیم یا خاکیم؟ خب شما تاریخی که به دنیا آمدین چه زمانیه؟ سالش؟ نه ماهش. ماهش چیه؟ ماه اسفند. اسفند. شما چندم اسفند هستین؟ اسفند. خب معمولا پایسیز هستن اسفندی ها. البته اگه تا 19 یا 20 مارچ باشین، فبروری تا مارچ پایسیز هستین. شما میتونین قشنگ چک کنین اگر تاریخ تولدتون رو بذارین روی اینترنت، میتونین قشنگ پرژن کانورتر کلندر میتونین بذارین به انگلیسی تبدیل کنین و توی سفاری یا همون اینترنت شما قشنگ میتونین ببینین چه ساینی هستین. ولی اگر حالا تاریخش خیلی مهمه که، یعنی اگه از قبل از 19 مارچ باشین، شما پایسیز هستین که همون عنصر آبه. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. مرسی از تماستون عزیزم. خدا حافظ. بای. خب ببخشین، مثل این که من دوباره خرابکاری کردم. خب حالا بریم از نزدیکان، گفتیم از مادر و مادر شوهر و اینا، حالا میریم سراغ اینه که خیلی ها توی جمع همسرانشون رو خار و خفیف میکنن، متاسفانه اونها رو کوچیک میکنن و کارهای بدی رو که کردن جلوی جمع به اونها گوشزد میکنن، که کار واقعا زشتیه و خیلی زندگی ها رو واقعا به نابودی کشونده. حالا ممکنه اون شخص هیچی نگه در اون زمان، آبروداری بخواد بکنه. بله چشم، مرسی. یه تلفن جواب میدیم. سلام عزیزم، روی خط هستیم، بفرمایید. بله سلام عرض میکنم خانم دکتر، خیلی خوشحالم که با شما حرف میزنم. سلام عزیزم، میگم... حالتون خوبه؟ بله بفرمایید. میگم که این قسمت، این سرنوشت، این عشقا به سرنوشت مربوط نمیشه. هر کس یه سرنوشتی داره، اون سرنوشتش این زندگیشو تعیین میکنه. خیلی قشنگ صحبت کردین، مرسی از سوال زیباتون. بله حتما سرنوشت خیلی رول بزرگی رو داره در ریلیشنشیپ یا رابطه هایی که ما داریم. ما از گذشته، از اونجایی که در هنوز به دنیا نیومدیم، زندگی خودمون رو انتخاب میکنیم. ما جنسیت خودمون، رنگ مومون، کشوری که به دنیا میایم، خانواده‌ای که درش بزرگ میشیم، همگی و همگی رو خودمون انتخاب میکنیم و برای کورکشن یا بهتر شدن یا گرفتن درس‌های مختلف در زندگی ما خودمون
زندگی خودمون رو انتخاب میکنیم، شوهرمون رو انتخاب میکنیم و بچه ها ما رو انتخاب میکنن. پس یه سوال دیگه، شما خودتون متولد چه ماهی هستید؟ من کفرکن هستم، متولد ماه دی، 17 جنوری. آها، خیلی خوشحال شدم. عنصر خاک. مرسی عزیزم، خیلی ممنون از تلفنتون. متولدین دی با شخصیتن. مرسی عزیزم. خانم زیبا با شخصیت. مرسی عزیزم، خیلی ممنون از کامپلیمنتتون. سوال دیگه ای دارین؟ یکی هم از متولدین هوایی شخصیتی دارن. جمنای هستن، لیبرا هستن و اکوارس. اینها بله، اینها ایر هستن، یعنی به قول معروف خودمون باد. بله. آها، باد. بله، عنصر باد. آها. نه، فارسیش هم بگید بهتره. ایر. چشم، براتون الان توضیح میدم. بادها جمنای. خواهش میکنم. مرسی عزیزم. خدا نگهدارتون. بابای عزیزم. بای. خب جمنای هستن که همون خرداد ماه. خیلی ممنون از تلفنی و تقویدین زیر باشن. ببخشید. لیبرا هستن که همون مهر و بهمن ماه هستن که اکوارس. اینها عنصر باد دارن. تلفن ها؟ 3 داریم وقت. بله، در اینجا به من میگن فقط 3 وقت داریم. خیلی ممنون از توجهتون به این برنامه. خیلی خوشحالم از اون اشخاصی که زنگ زدن، زحمت کشیدن، ولی خواستم یه چیز کوچولو رو خدمتتون توضیح بدم که اگه لطف میکنین تلفن کنین. خواهش میکنم از من تعریف نکنین. خیلی خوشم میاد، خیلی دوست دارم، ممنون از تعریف های گلتون، ولی من اینجا اومدم برای اینکه اگر هنری دارم عرضه کنم برای بهتر شدن روابط، برای خوب شدن، برای اینکه ترساتون بره، برای اینکه بهتر زندگی کنین، برای اینکه اعتماد به نفستون بالا بره و خیلی چیزهای دیگه. و این وقتی که شما میذارین خیلی گرانبها هست و خواهش میکنم لطف کنین و دیگه از من تعریف نکنین، چون که من فقط اینجا اومدم برای بهتر شدن و برای اینکه اگر چیزی میدونم به شما عزیزان یادآوری کنم. اگر دوست دارین روابطتون بهتر بشه یا اگه نمیدونین چه کسی رو انتخاب کنین و به زندگیتون وارد کنین، میتونین با تلفن‌های 310-248-0220 تماس بگیرین و هر کاری که بتونم برای شما عزیزان انجام میدم. www.drnaz.net وبسایتم هست و hypnosisbynaz@gmail.com میتونین مکاتبه داشته باشین. از سوالاتتون که برای به عنوان ایمیل یا تکست اگه بکنین، ایمیل بدین، حتما جوابگو خواهم بود در اسرع وقت. در خاتمه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و دلتون شاد، لبتون خندان و دلتون پر از امید. خدا نگهدار. آیا تا به حال فکر کردین که با فکرهای مثبت میتونیم زندگی قشنگتری برای خودمون و عزیزانمون بسازیم؟ زندگی پر از سلامتی، خوبی، خوشی، خلاقیت، موفقیت و اعتماد به نفس بالا. پس بیاین سعی کنیم که قصد، نیت، رفتار، گفتار، ذهن و هدفامونو همیشه پاک نگه داریم و هیچ وقت زیبای درونمون رو فراموش نکنیم. گلناز رفائلیان هستم. دکترا در متافیزیک، انرژی هیلر و سرتیفاید هیپنوتراپیست. برنامه زیبای درون هر چهارشنبه ساعت 7:30 شب و بازپخش اون یک شنبه شب ها ساعت 11 به وقت لس آنجلس می باشد. به امید